حسین آقایی، پژوهشگر رابطه بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه با ما هستند. جناب آقای، متشکرم از حضورتون در برنامه. حضور مقامات روسیه و چین در کره شمالی، آیا با توجه به ائتلاف شکل گرفته توسط ایران، چین و روسیه که پیش از این و در طول یک سال گذشته تعمیق شده، آیا حالا مسامحه هم‌وطن میتونه به معنای در واقع تغییری در نظم نوین جهانی باشه؟ با کمی اغراق البته. ببینید، زمانی که شی جینگ پین رئیس جمهور چین ماه مارس گذشته، یعنی حدود 5 ماه پیش، یک دیدار مهمی داشت با پوتین در مسکو، یک تصاویری از اینا منتشر شد. زمانی که شی جینگ پین داشت از کاخ کرملین خارج میشد، اون موقع که داشت خداحافظی میکرد از پوتین، رو کرد به پوتین، گفتش که تغییر در حال رخ دادن هست، تغییری بزرگ که ما در 100 سال گذشته اون رو شاهد نبودیم و ما این تغییر رو هدایت خواهیم کرد. خیلی از تحلیلگرها در واقع این رو خیلی روش زوم کردن و به نظرم میرسه که به لحاظ تئوریک حداقل این کاملا میشه گفت مسجل هستش که چین و روسیه قصد دارن که نظم جهانی، نظم بین المللی پسا جنگ سردی رو که با محوریت و تک قطبی آمریکا هستش، اون رو در واقع از بین ببرن یا یک جهانی رو که چند قطبی باشه ایجاد بکنن که چین و روسیه هم در اون قطبای مهمی باشن. ولی به لحاظ عملی دارن سعی میکنن که عملا از کشورهای مثل کره شمالی، ایران، بلاروس، ونزوئلا، نیکاراگوئه، کوبا، اینها در واقع استفاده بکنن به عنوان اسبهای تروا، به عنوان در واقع پیشقراولان چنین نبردی در نظم بین المللی و عملا از اونها استفاده بکنن که این برنامه خودشون رو پیاده بکنن. مثلا همین کره شمالی برای چین عمدتاً همون نقشی رو ایفا میکنه در آسیای شرقی که ایران برای روسیه و چین در خاورمیانه ایفا میکنه، به این معنا که هر دو طرف سعی میکنن که هم کره شمالی و هم جمهوری اسلامی تنش‌زایی منطقه‌ای بکنن تو منطقه خودشون. مثلا الان میبینید کره شمالی هم رفتارهای خیلی مشابه جمهوری اسلامی داره، موشکای بالستیک چندین بار الان آزمایش کرده، اونجا تنش‌زایی میکنه، مشابه هم جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه اخاذی میکنه، مثل دزدان دریایی در واقع کشتی‌ها رو سعی میکنه توقیف بکنه و مواردی از این دست. بنابراین این هر دو بازیگر، هم کره شمالی و هم جمهوری اسلامی، چنین نقشی رو برای چین و روسیه ایفا میکنن. ولی به هر حال چینی‌ها براشون این به نفعشون هستش که روسیه تضعیف بشه، ولی به صورت کنترل شده. ولی اونا میدونن که اگر روسیه کاملا در جنگ اوکراین در تقابل ناتو شکست بدی بخوره و مفتزهانه باشه، اونا میدونن که آمریکایی‌ها در تایوان سراغ چینی‌ها خواهند اومد. جناب آقای، در حال حاضر 3 قدرت هسته‌ای جهان جمع شدن در پیونگ یانگ به طور مشخص. با توجه به پیشینه روابطی که روسیه و کره شمالی در دهه 50 در خصوص مبادلات اطلاعات هسته‌ای داشتن، چقدر احتمال میدین در واقع از نظر در واقع تبادلات بیشتر هسته‌ای این مسئله خطری جدی قلمداد بشه برای کشورهایی که اینجا در غرب هستند؟ خب خیلی به نظر من تهدید جدی هستش، به خصوص اگر ما یک سناریویی رو شاهد باشیم که در اون آمریکا بخواد بر سر تایوان با چین درگیری پیدا بکنه. و اتفاقا خیلی از نگرانی‌هایی که وجود داره این هستش که این جنگ اوکراین یک نمونه کوچیکی از اون چیزی هستش که ممکنه در بین چین و آمریکا بر سر تایوان رخ بده. و قطعا زمانی که چنین سناریویی محقق بشه، که عده‌ای معتقدن که سناریویی محتمل هست، هرچند 100% اجتناب ناپذیر نیست، خب این خیلی خطرناک هست. ولی به هر حال الان دارن سعی میکنن هم چین و روسیه استفاده بکنن از کره شمالی و البته از ایران برای منافع ژئوپلیتیک کلان خودشون، همون تغییر دادن نظم پسا جنگ سردی. و الان هم در مورد کره شمالی گفته میشه که باید ببینیم حالا توافقات نظامی رو ما شاهد خواهیم بود، به خصوص بین روسیه و کره شمالی یا نه، چون به نظر میرسه که کره شمالی داره برای روسیه مهمات و توپخانه میفرسته. متشکرم از شما. حسین آقایی، پژوهشگر رابطه بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه همراه ما بود.